سلام، سانی هستم. به هسکلری خوش اومدیم. شما رو دعوت میکنم به تماشای دیدن یکی دیگه از ویدیوهام. و همونطور که میدونین هرمان زیبای من داره تقریبا به 6 ماهگی نزدیک میشه و من یه سری ریسرچ کردم براش که برای شروع غذادهیش چه وسیله هایی نیاز داره و براش سرش رو خریداری کردم. سرش امروز رسیده و دوست داشتم که زمانی که جعبه رو باز میکنم با همدیگه تماشا کنیم و این سرش هنوز نیومده که وقتی برسه به ادامه ویدیو اضافه میکنم. و همطور که بدونید من در انگلیس زندگی میکنم و قانون هنچس اینجا اینطوریه که پیشنهاد میکنن بچه ها از 6 ماهگی غذادهی براشون شروع کنیم، به خاطر اینکه سیستم گوارش کودک از 6 ماهگی کامل میشه. البته بچه هایی که رفلکس دارن و خوردن شیر براشون سخته و مثلا مرتب بالا میارن، میگن میتونن از 4 ماهگی با توجه به اینکه با هلت ویزیتورش رو مشورت کنن از 4 ماهگی شیر رو آروم آروم کم کنن و غذا رو براشون شروع کنن. ولی بچه هایی که تقریبا روالشون معمولی تره پیشنهاد میکنن از 6 ماهگی. حالا بریم که تماشا کنیم ببینیم که این وسیله هایی که من براش خریدم چجوری هن. وسیله هایی که انتخاب کردم از سایت آمازون براش ریسرچ و سفارش دادم که با توجه به چیزایی بوده که هی ریویو ها و نظرات مردم رو خوندم و وسایلی بوده که ریویو های زیادی داشته. حالا ببینیم که آیا واقعا ریویو تاثیرگذار بوده و من راضی هستم ازشون یا نه. پس شما رو دعوت میکنم به تماشا و با من همراه باشید. این یه سر وسیله هاست که اینجا مرتب با نظم ترتیب یک جا نشستن و یک نمیم دیگه سرشم که داخل اینه. اولین چیزی که میخوام بهتون نشون بدم فکر میکنم یه پیشوند باشه که این پیشوند خیلی ریویوی زیادی داشت. به نام برند بیبادو که این یه پیشوندیه که بهش میپوشونی این حالتی رفتاشو میکنه توی آستینش، بلنده و این دوتا بندی که داره زیر قسمت هایچر، زیر قسمت صندلی غذاش بسته میشه و باعث میشه مثلا غذایی که میخوره و میرزه روی این قسمت پیشبنده قرار بگیره، نخواد مثلا به لباسش سرایت کنه یا اینکه لباسش نیاد بالا بقیه لباسش کثیف بشه. البته خب من هنوز اینا رو تن هرمان نکردم و نمیدونم که چقدر این مفید هست یا مفید نیست، ولی طبق نظریات مردم و اینی که خوندم خیلی همه راضی بودن براش انتخاب کردم که عکسش رو براتون قرار میدم این بالا که ببینین وقتی روی هایچر میشینه و اینو بهش میبندین به چه شکل قرار میگیره. پس یه دونه پیشتن بود که حالا قیمتش هم میتونم براتون بعد از اینی که عکسشو گوشم قیمتش هم کنارش براتون میزنم، یعنی که اجازه بدم موبایلم بیارم که دونه دونه بهتون بگم که من اینجا چه قیمت خریدم. خب من این پیشبند رو خریدم، یه دونش رو 14.95 پوند که تقریبا نسبت به یه دونه پیشبند خب گرونه، ولی چیزی که خوندم توی دیسکریپشنش توی توضیحاتش نوشته بود که قشنگ قابل شستشوه و خب بعد حالا استفاده کنم بعدا دوباره یه ویدیو بگیرم در مورد اینکه خودم براتون ریویو کنم که آیا چیزایی که براش خریدم راضی بودم واقعا احتیاج اینجور چیزا داشته باشه یا نه. آیکون بعدی که گرفتم این سپلت مت هستش. یه دونه حالت توشک ماننده که شما زیر صندلی غذاش قرار میدین برای اینکه خب بچه میخواد مثلا بهش سبزیجات بدین، اسپاگتی بدین، هر غذایی که بدین، بیشتر زمان 6 ماهگی تا 1 سالگی برای این هست که احتیاجی نیست که شما وادار کنین فرزندتون رو که غذا بخوره، بیشتر به خاطر اینه که با بافت غذا، با تکسچر غذا، با جنسیتش، با رنگش، نرمیش، با شکل غذا با اینا آشنا بشه. و خب مشخصه که وقتی که قراره با این چیزا بچه آشنا بشه قراره خیلی چیزا رو پرتاب کنه، خیلی چیزا ریخته بشه و بهترین چیز اینه که شما یه دونه مت داشته باشین. خیلی ها میان از پلاستیک استفاده میکنن ولی خب ما چون حامی
طبیعت هستیم خیلی بهتر اینه که پلاستیک یه بار مصرف زیر هایچر بچه نندازیم، چون قراره وقتی که به غذا خوردن افتاد شما 3 نوبت در روز بهش غذا بدید و شما هر بار بخواید پلاستیک رو پهن کنین، جمع کنین و بندازین دور، یه بازیافتی شما به طبیعت اضافه میکنین. پس بهتر اینه که یه مت داشته باشین که این متی همونطور که من خوندم سایزش بزرگ هست و شما زیر هایچر یا اون جایی که میخواین بچه رو بشونین بهش غذا بدین پهن میکنین و روش راحت با وایپ یا با یه دستمال نمدار تمیز میشه و اگر خب خیلی هم کثیف شد میتونین بذارینش داخل ماشین و شسته بشه. همچنین وقتی بچه بازی میکنه میتونین زیرش پهن کنین، حالا به هر روشی، مثلا بعدا میخواد خمیر بازی کنه، هر کاری میخواد انجام بده میتونین این متن رو پهن کنین. و من فهمیدم که یه چیز خیلی احتیاجیه برای هرمان و سایزش هم بزرگه، فقط این توی 2 تا سایز میومد، یکی حالت مربعی بود، من جلو رو میگیرم نشونتون بدم، من این نقشش رو انتخاب کردم که نقشه فلش، نقشه ستاره داشت، خاطرم نیست دیگه چه نقشایی داشت، ولی خب ما چون اکثر چیزا محترم خاکستری سفیده چیز گفتم خواهم که هم به وسیله هاش بدهم اگر خواستم روی فرش رو توی خونه پهن کنم به بقیه وسیله هام بیاد. و این هم مربع میومد و هم دایره ای، که دایره ای به نسبت یه مقدار خب کوچیک‌تر میشه چون این ضلع نیست دیگه، من مربع گرفتم که بزرگتر باشه. و پشتش هم از این لاستیکا داره که رو جایی که پهن میکنین سر نمیخوره و من فکر میکنم که این شاید خرید خیلی مفید و مهمی باشه که انجام دادم براش. پس یه دونه پلیمت بود که قیمتش هست، قیمت پلیمتش هست 15.99 پوند. حالا براتون عکسش رو میذارم با مارکش و در آخر ویدیو هم لینک های تمام خریدامو براتون قرار میدم. وسیله بعدی که خریدم براش این هست، آخه این پیشبندایی هست که شما بهش میبندین برای غذا خوردن. اگر من پیدا کنم، آها، یه سری پیشبند سیلیکونی هست که پیشبند سیلیکونی خیلی گویا بچه باهاش راحته، اما خب باید حواستون رو جمع کنین که پیشبندی که براش میخرین خیلی سنگین نباشه، چون بچه گردن بچه من چقدر تحمل داره که تازه بخواین یه چیز سنگین هم بهش آویزون باشه و لذت غذا خوردن ازش میگیره. این پیشبندی که من براش انتخاب کردم توی این دو رنگ براش گرفتم، نارنجیه و خاکستری پررنگ که خیلی سبکه و سعی کنین که یه همچین جداره جلوی پیشبند داشته باشه که چیزایی که از دهنش میریزه و نمیخوره توی این داخل این قرار بگیره. و سایز بندی داره، همونطور که میبینین اینجا سایز بندی های مختلفه که همونطور که توی خودش نوشته بود با بچه تون پیشبنده بزرگ میشه با سایز گردنش. البته همه اینا رو من قرار استفاده کنم و بعدم بهتون بگم چقدر راضی بودم، ولی پیشبندی بود که خیلی ریویوی زیادی داشت نسبت به بقیه پیشبنده که من دیده بودم، که قیمتش هم هست 16.97 پنس برای 2 تا دونه که توی رنگ های دخترونه می اومد، بنفش و صورتی، البته دختر پسر نداریم، و توی رنگ سبز، آبی، نارنجی، دودی و بسته به سلیقه‌تون میتونین انتخاب کنین. چیز دیگه که انتخاب کردن این از این چیزای ظرفای کوچیکه که شما از قالب یخ‌های سیلیکونی هم که دارین میتونین استفاده کنین، منتها قالب یخ‌های سیلیکونیمون در نداشت و به خاطر همین اینو براش گرفتم و این هم مخصوص غذای بچه هاست، به خاطر اینکه شما وقتی که آشپزی میکنین براش مدام نمیتونین هر آن شما دم گاز باشین بخواین هی براش مرتب غذا درست کنین، بهتر اینه که مثلا یه وعده‌ای که درست میکنین به اندازه باشه که بتونه 2 تا 3 وعده بخوره و شما میتونین باقی مانده‌ش رو بذارین داخل این ظرفای سیلیکونی و بذارین توی فریزر. بله، این برندش هست، برند نوک، که من چیزهای دیگه هم از این برند دارم و خیلی راضی بودم ازش، پستونک هرمان از اینه و خیلی چیزهای دیگه، که این یه حالت قالب یخهای اینطوریه که هر پورشن غذایی که توی این قرار میدیم به نظر کوچیک میاد ولی مقدارش برای وعده‌های غذایی بچه خیلی مناسبه، که درم داره به این حالت شما مثلا اگر براش سیب زمینی شیرین درست میکنین، بروکلی درست میکنه، هر چیزی درست میکنین داخل اینا میتونین قرار بدین، درش رو قشنگ ببندین و بذارین توی فریزر. که قیمت این هم من خریدم
£5.99 که فکر می‌کنم برای 9 قسمتش فکر کنم 5.99 خیلی قیمت خوبی باشه. خب وسیله بعدی که براش خریدم این هم ظرفای غذا هستش که مثل این کامل یه جا نیست. این دونه دونه است که 6 تا دونه داخلشه و هر کدوم از اینا رو شما میتونین یه چیز جدای داخلش بریزین. اگر مثلا خواستین بریم بیرونی جایی میتونین هر یه دونه‌شو با خودتون بردارین ببرین. و همینطور که داخلش نوشته اینه که اگر مایات باشه تکونش بدین، به راحتی نمیریزه اصلا. و این دو تا جدارهای کنارش سیلیکونی هستن که وقتی فشار میدی خیلی راحت در میاد غذا از داخلش و میتونین توی ماشین ظرفشویی قرار بدین، میتونین توی فریزر قرارش بدین و همینطور میتونین داخل ماکروفر بذارین و از حالت یخ زدگی درش بیارین. که این هم ریویوی خیلی خوبی داشت و من اینو این پاتارم گرفتم که برای مواقعی که غذاهای دونه ای میخوام بذارم و مثلا برم بیرون جایی با خودم بتونم ببرم. و قیمتش هم هست £4.99 که به نظرم خیلی اینم قیمت خوبی داره و ریویوهای زیادی هم داشت. مسئله بعدی که خریدم داخل اینجا اومده. این هم باید خیلی چیز جالبی باشه. خب این وسیله هم خیلی چیز جالبیه به خاطر اینکه الان نشونتون میدم. برندش هست بیبی فروت فیدر، یعنی یه وسیله ای که باهاش میتونین شما بچه رو بهش میوه بدین بدون اینکه بترسین که یهو اول کار مثلا انگوره توت فرنگی چیزی نپره توی گلوش. و همونطور که میبینین یه حالت دایره‌ای داره که این حلقش باعث میشه که بچه قشنگ اینو بتونه دستش بگیره. و این داره سریای مختلف پلاستیکی میاد که با توجه به سایز دهان فرزندتون و اینی که هی بزرگتر میشه سریاش بزرگتر هستن و سوراخاشون هم گشادتر میشه و شما اینو درشو باز میکنین و این حالت میوه رو داخل این قرار میدین، حالا توت فرنگی، انگور، کیوی، هر چیزی که دوست داشتین و داخلش قرار میدین. اینو میبندین دوباره میذارین داخل این مثل حالت سر پسونک میذارین داخل این، درش رو میبندین و راحت اینطوری درش رو قفل میکنین که آب میوه و اینا از کنارش نریزه و بچه میتونه راحت اینو مک بزنه. و یه کار دیگه هم که شما میتونین بکنین اینه که حتی شیر، اگر شیر مادر یا شیر خوش میخوره، میتونین داخلش بریزین و بذارینش توی فریزر، چون همونطور که میدونین این سن همه فرزندای ما خارش لثه دارن و وقتی که خنک بشه میدین دستش و اون مک زدنه و خنکی این باعث میشه که آروم ترش کنه و این درش هم میتونین راحت بذارین و نمیریزه. نکته بعدی که داره که خیلی جالبه، یه چیز حالت پیچ مانند اینجاش داره و همونطور که شما میبینین وقتی که این میوه رو اینجا قرار دادی مثلا میوه کم شد یا آبش رو خورده اینو میتونین بچرخونین، این میوه رو برای شما هول میده بالاتر و وقتی که فرزندتون مک میزنه باعث میشه که اون آب میوه رو به صورت خیلی طبیعی بخوره. و من فکر میکنم خیلی چیز قشنگ و جالب باشه و رنگایی هم که داره، رنگای نارنجی و زرد، رنگای همچین شارپ و تیزی هستن که همه بچه‌ها اینجور رنگا رو دوست دارن. من خیلی خوشم اومد از این و خیلی ریویوهای زیادی داشت. یه مقدار پرایسش بالا بود اما فکر میکنم به امتحان کردنش میارزید برای هرمان. که من اینو خریدم £11.99. حالا امتحان میکنم از همه اینا براتون فیلم میگیرم وقتی که قرار هرمان بخوره و ببینیم که واکنشش به چه شکل بوده. یه سری وسیله‌های دیگه هم قرار فردا پس فردا برسه، حتما اونا هم که رسید ادامه برنامه غذادهی هرمانه، اونا رو هم فیلم میگیرم به همین ویدیو اضافه میکنم و امیدوارم که تونسته باشم کمکتون کرده باشم برای شروع غذادهی به دستگلای نازنینمون. خب دوستان با سلام مجدد، بهتون گفته بودم که قراره یه سری وسایل جدید دیگه پست بیاره که اونا رسیدن و اومدم ادامه ویدیوهامو براتون کامل کرده باشم و بگم که چه وسایل دیگه اومده که قسمت وینینگ و غذادهی نوزاد یا کودک عزیزمون رو شروع کنیم. وسیله بعدی که برای من اومد و خریدم این دستگاه
فلیپس اونت هستش که هم بخارپزه و شما میتونید سبزیجات، گوشت، ماهی همه رو داخل این بخارپز کنید. به این حالت داخل اینجا قرار میدیم و بعد دقت کنیم که این حالت توری سبزرنگش پایین باشه که من یه ویدیو مجدد در مورد این دستگاه براتون میگیرم و غذاهایی که باهاش درست میکنم و همش رو براتون توضیح خواهم داد. و هم بخارپز میکنه، یعنی شما با یک دستگاه دو تا وسیله دارید. این حالتی بخارپز میکنه و وقتی که برعکسش میکنید غذاتون رو بلند میکنه، یعنی میکسش میکنه، لهش میکنه. و همونطور که شما میدونید برای شروع غذادهی به فرزند دلبندتون باید اول از پیوره، از غذای بسیار له شده که تکسچر شبیه به شیری که میخوره هست استفاده کنید. که این دستگاه ریویوهای زیادی داشت، میدونم میتونید توی قابلمه هم درست کنید، بعد از اون بر با حالت گوشکوب برقی یا با پشت چنگال لهش کنید، ولی من ترجیح دادم یه چیزی بخرم که شما میدونید وقتی که فرزند دارین درست کردن اینجور چیزا یه مقدار زمان بره و هی دوباره بعد مجدد قابلمه بشونید، صافی بشونید و چیزای وسیلایی که دارین باش درست میکنید بشونید. به همین دلیل یه سعی کردم یه چیزی بخرم که توی روند زمانی بیشتر بهم کمک کنه. حالا استفاده میکنم و اگر که راضی بودم یا راضی نبودم باز براتون ریویو میذارم و نظر میدم. این وسیله یه دونه کاپ داره که توی این کاپ آب میکنید، میریزید داخل این قسمت و بستگی به سختی و نرمی اون سبزیجات یا اون گوشت یا هر چیزی که درست میکنید مقدار آبش متفاوته که توی ویدیوی جدا همه اینو براتون توضیح خواهم داد. خب اینا میذاریم کنار. وسیله بعدی که براش گرفتم، شما هم تو که میدونین باید کودک عزیزتون رو آروم آروم آشناش کنین با نوشیدن آب و خیلی خوبه که بعد از اینکه بهش غذا رو دادین بعد از اون بهش آب بدین. و من دو تا دونه ماگ یا دو تا دونه همین ظرف آب براش انتخاب کردم. این برند مانچکینه که خیلی ریویوهای زیادی داشت و دندان پزشکا هم اینو توصیه کردن به خاطر اینکه آب از اون قسمتی که میاد گویا به دندان بچه هیچ آسیبی چیزی وارد نمی کنه و خیلی راحته و به راحتی میتونه کنترل کنه آب خوردن. و اینو گرفتم حالا امتحان کنم ببینم چجوریه. و یکی وسیله دیگه که گرفتم یه ماگی هستش که مارکش از همون ممه، چون هرمان تمام باتلا و وسیلهاش از برند ممه و این دستگیرهای کنارش هم میگه شب رنگ و توی شب خودشو نشون میده. و گفتم شاید چیزی مثلا جالبی براش باشه الان که دارم با آب خوردن آشناش میکنم، یه اینترستینگ هم کنارش باشه. و همونطور که میدونین بچه ها وقتی که 6 ماهگی شما بهشون آب شروع میکنین دادن نباید خیلی مقدار زیادی آب بخوره و در حدود 15 تا 30 میل در روز کافیه، به خاطر اینکه اون آب اضافی شما از شیر خوش، از شیر مادر که بهش میدین میگیره و این صرفا به معنای آشنا شدن با آبه و مقدار زیاد نباید به بچه آب بدین، چون هم خوندم بس که حالت تشنج به بچه دست میده و خیلی باید توی خوردن آب زیاده روی نکنیم برای شروع. وسیله بعدی این کاسه ها هستن، البته من بازش کردم که یه نمونه شو به شما نشون بدم که راحت تره. و این هم برندش هست مانچکین، همون برند بطری آبه که اون به خاطر ساکشنایی که کف این بولا دارن باعث میشه که به راحتی چسبیده بشن به اون هایچر یا به اون صندلی غذاشون و بچه هر کاری هم بکنه این کنده نشه، چون وقتی که میخوان اکسپلور کنن و وقتی که میخوان غذا بخورن میخوان این کاسه رو بکشن به سمتشون و خب شاید هم غذا بریزه بهشون و این کمک میکنه که این کار اتفاق نیفته و خودشون دستشون رو ببرن داخل کاسه ها که توی 3 تا سایز اومده با 3 رنگ مختلف. هرچند من خیلی دوست ندارم که پلاستیک دور خودم جمع کنم ولی دیگه اینا رو مجبور شدم بگیرم به خاطر اینکه ریویوهای خیلی خوبی داشت. و خب بچه ها خیلی دقت کنیم وسایلی که انتخاب میکنیم برای فرزندهای دلبندتون بی پی ای فری باشن. یعنی چی؟ یعنی از موادی که توی مواد سازنده ای که درون اینا استفاده شده خیلی شیمیایی نباید باشه و هارمفول و برای بچه خطرناک نباشه. بی پی ای فری عین همون باتلایی که براشون میگیریم شیر میخورن. و مورد بعدی که این داره اینه که میتونید داخل ماشین ظرفشویی قرارش بدین و همچنین داخل ماکروفر. خیلی پس این میتونه کارایی داشته باشه و توی 3 تا سایز مختلف با 3 رنگ جذاب برای کوچولوهاتون اومده.
مورد بعدی این آشوغا هستن که من البته از توی پکش باز کردم چون اینا قبلا برای هرمان خریده بودم و اینا هم همون برند مارشکین هستن، از همین برند هستن و توی 4 رنگ متفاوته و خصوصیتی که این آشوغا دارن اینه که سر اینا اگر که غذا خیلی داغ باشه بزنین داخل غذایی که میخواییم بهش بدین سرش رنگش روشن میشه و این به شما نشون میده که این غذا گرمه و ممکنه دهنشون بسوزه. دیگه از وسیله‌هایی که من برای هرمان استفاده میخوام بکنم اینه که کلن این صندلی مامازن پاپاز رو براش گرفته بودیم که شما توی ویدیوهای گذشتم دیدیم که داخلش میشینه و با این وسایل بازی میکنه. یه قابلیتی که این صندلی داره اینه که شما این سینی رو روش رو بر میدارید و این سینی باعث میشه که برای شروع غذای اولیه که بهش میدین ازش استفاده کنه. این بوله رو قشنگ میذارین جلوش و نگاه کنین این کنده نمیشه، یعنی من ببینید چه زوری بهش وارد میکنم و این جدا نمیشه و میتونه داخل همینجا بشینه، غذا رو بهش بدین و شما همونطوری که گفتم از 6 ماهگی تا 1 سالگی اصلا نباید انتظار داشته باشین که غذا رو مرتب بخوره و با علاقه نشون بده. مثلا شما یه روز درست میکنین این همه تایم میذارین و بچه اصلا لب بهش نمیزنه، تنها برای اکسپلور کردن، برای تجربه کردن بافت جدید غذا، مزه های جدید غذا، اینا رو باید باش آشنا بشه. و چیز دیگه هم که داره وقتی که بزرگتر شد میتونه این داخلش رو بردارین، این قسمت چیز نشمنگاه نرمی که داره رو برداریم و این فضاش بیشتر میشه و دوباره اینا روی این قرار بدین و بهش فضاش رو بدین. حالا یه چیز دیگه، یه وسیله دیگه که من خریدم، چون که من مثلا خب همیشه پشت میز غذا میخوریم و عادت نداریم روی زمین بشینیم، خیلی دوست داشتم که هرمان هم با ما این تجربه رو بکنه و وقتی که ما میشینیم پشت میز اونم کنار ما نشسته باشه و غذا بخوره. حسن عزیزم چیز دیگه ای که میخوام بهتون نشون بدم این صندلی هایچره که پشت میز قرار میگیره که من برای هرمان خریدم و شما اینو تا سن 10 سالگی میتونین استفاده کنین. خوبیه این چیه؟ اینه که این پایه هاشو که پاشو بچه روش قرار میده میتونین در سایز های مختلف پایین و بالا ببرین با توجه به میزان رشدی که داره. و توی هایچر خیلی مهمه که حتما یه همچین پایه‌ای داشته باشه که بچه پاشو روش قرار بده. شما تصور کنین که اگر خودتون برین توی رستوران و قرار باشه پاهاتون معلق باشه توی هوا، آیا اون غذا به دلتون میشینه؟ قطعا که نمیشینه. پس حتما یکی از نکته هایی که باید بهش توجه کنین اینه که هایچر یا صندلی غذایی که تهیه میکنین حتما یه جایگاهی داشته باشه که بچه و فرزندتون بتونه پاشو روی اون قرار بده. همچنین یه سینی اینجا روش داره که روی این سینی شما میتونین قشنگ غذاشو بذارین، ظرف غذاشو، یا اگه که به صورت غذای انگشتی بهش میدین روبروی اون بچینین تا بخوره. این هایچر بدون روکش میاد و من اینو جداگونه براش از آمازون، سایت آمازون سفارش دادم که خیلی هم قشنگ فیت شد بهش و اینجاش یه دونه حالت کوشن بالشتک داره و زیرش هم همینطور که این که چوبیه این باعث میشه وقتی میشینه روش نرمتر باشه. چیز دیگه ای که توی هایچر دقت کنین اینه که حتما کمربند داشته باشه و کمربنداش هم خیلی راحت بتونه ببندین و باز کنین، چون میخواین درش بیارین بذارینش داخل یه چیزی باشه که هم کمربندش مطمئن باشین خیلی خوب داره بچه رو میگیره و همین که خیلی راحت باز و بسته بشه. من این هایچر رو از وبسایت آنلاین الدی، فروشگاه الدی خریدم که فکر میکنم توی اروپا هم هستش و خیلی شبیه برند استاکه. برند استاکه بنده بخشی به وقت نویز چون هرمان این پایین من داره سرصدا میکنه، خیلی شبیه برند استاکه ولی برند استاک خیلی ریویوهای بالایی داره ولی شما تا بیاین این هایچر رو بخرید فکر کنم حدود 300 پوند چقدر باید بدین، چون هر قطعه شو مزدا میکنم هر قطعه شو باید جداگونه خریداری بکنید و بنابراین خیلی اوقات بچه ها داخل هایچر نمیشینن، خیلی اوقات تا 4 سالگی نمیشینن و دوستان روی صندلی کنار پدر مادرشون بشینن. پس من خیلی دیدم که این نزدیک به اونه و کار من را میندازه که توی رنگ خاکستری میاد و رنگ چوبی و در زمین تا 10 سالگی شما میتونه استفاده کنیم با توجه به اینکه اینو میتونید جدا کنید و میاد پشت میز بشن قرار میگیره و میتونه بچه با شما پشت میز
غذا بخوره. حالا لینک آنلاین این هم براتون قرار میدم و همچنین لینک این کوشنی که برات جداگونه خریدم. خب مورد بعدی که میخوام بهتون نشون بدم این یه ظرفه که میتونید توی کیف بچه‌تون قرار بدین که وقتی میریم بیرون میخوایم بهش غذا بدیم و بهش غذا توی خونه آماده کردی. من یه وسیله که خیلی ازش راضیم. به خاطر چی؟ به خاطر اگه که مایعات باشه، حالا سوپی چیزی باشه که شلتره، از داخل اون نمیریزه و اینجوری قشنگ چفت میشه. دور این یه واشری داره که دور ظرف قرار میگیره و یه چیز خیلی مهمتری که داره اینه که قاشقی که تو داخل این قرار میگیره قشنگ یه در داره که بسته میشه و این قاشق تمیز روی این قرار میگیره و توی ماکروفر میتونی بذارینش، توی ماشین ظرفشویی، فریزر، یخچال و برای همه اینها خیلی سیف هستش و من خیلی از این استفاده میکنم و کردم و خیلی هم راضیم. و برندش هم هست اسکیپ هاب که حالا من از سایت جان لوئیس خریدم، 100 درصد فکر می‌کنم شاید سایت آمازون هم داشته باشه و لینکش رو براتون قرار میدم. فکر می‌کنم حدود 7 پوند و 50 همچ قیمت اینو هست. دیگه ای که میخوام نشونتون بدم این کاسه هستش که با این قاشقش با هم دیگه ست هستن و جنس سیلیکونی داره و زیرش هم یه دونه از این حالت مکنده ها داره که شما خیلی راحت دوباره روی میز بچه قرار میدین و این میچسبه به اینجا و نمیتونه بکنه. و من به خاطر اینکه جنسش سیلیکونی بود و سیلیکونی خیلی مقاوم در برابر گرما و همچنین میتونید داخل ماکروفر قرارش بدین، میتونید توی ماشین ظرفشویی قرارش بدین، اینو من برای هما کردم و گوله چیو خوردم؟ گوله اینو خوردم که از این رنگ هم خیلی خوشم، از رنگ کاپوچینوی. و من اینو وقتی که اوردر دادم با این ظرفه، این ظرفه هم همونطور که میبینید داره سه قسمته. مثلا من براش اینجا پاستا میذارم، اینجا یه مقداری ماست میریزم و اینجا مثلا یه کلم بروکلی چیزی میذارم. این سه قسمت میتونه غذا رو جدا کنیم و برای بچه هم میتونه خیلی جالب باشه و ترغیبش کنه برای غذا خوردن. اینا رو من از یه سایت اوردر دادم که وقتی سفارش دادم و بعدش دیدم که او این قرار از کانادا بیاد و یه مقداری طول کشید تا خیلی از جنسش راضی هستم، ولی اگر که بخواید سیلیکونی بخرید خیلی برندهای متفاوتی میتونید از توی همین سایت جان لوئیس یا از آمازون پیدا کنید، چون یه مقداری حالت شیپینگش طولانی میشه برای اومدن. و همین دیگه، این هم وسیله هایی بود که من برای غذادهی به هرمان تهیه کردم براش و امیدوارم برای شما هم مفید بوده باشه. لینک تمام این وسایلی که بهتون معرفی کردم و پایین ویدیو در قسمت دیسکریپشن قسمت توضیحاتش قرار میدم. اگر که از این ویدیو لذت بردین لطفاً لایک برام بزنین، کانال ما رو سابسکرایب کنین تا من رو بیشتر ترغیب کنین با وجود سختی‌هایی که هست سر راه هم و نگهداری از هرمان بتونم ویدیوهای بیشتری براتون تهیه کنم و تجربیاتمو با شما به اشتراک بذارم. ممنونم که با من همراه بودید. روز روزگارتون خوش.